آزادی سلام ده سلام ده بسم الله الرحمن الرحیم بینندگان شنوندگان و هموطنان حد عزیز گرامی سلام و احترامات بنده را پذیرا باشین امروز هم به سلسله صحبت هایی که در متعلق به افغانستان و قضای منطقه و در جهان است، دارم بر سه موضوعی که مستقیما بر افغانستان رب داره صحبت کنم یکی موضوع جدید که رئیس جمهوری امریکا جوی بایدن در مورد ازدیاد قوای خود در منطقه آسیای جنوبی و بحر هند دوم موضوع کمیته تماس نشست تهران و سوم صحبت های کمی قازمی در مورد افغانستان این سه موضوع را به بررسی میگیریم د موضوع اول ما که هست رئیس امریکا گفته که خطر احتمالی تروریسم از افغانستان بر امریکا به حساب زیاد است و برای جلوگیری احتمالی از این خطر قوای خود و عساکر بیشتر را در منطقه ایزام می داره تا در اینجا برای عملی احتمالی جلوگیری از این صورت بگیره. به نظر بنده قبل از اینکه به ای که چقدر قوا اینجا می و به کدام هدف می آیا هدف افغانستان است و یا کشور دیگری به نظر بنده بیاین که قوائی توازن قوای امریکا را در منطقه ببینیم در زمانی که امریکا در افغانستان بودن یکصد هزار قوای امریکایی و بر علاوه 48 کشور به شمول فرانسه و انگلستان و جرمنی و کانادا و استرالیا قوایشان در افغانستان موجود بود یعنی چیز کم دوصد هزار قوا می شد در مجموع همگی و یک, یک سد و شست هزار قوای امریکایی در عراق بود اما بعد از شکست در عراق فعلا 2600 قوای امریکا فعلا در عراق از دیگه برآمدند از افغانستان همه قوای امریکایی برآمدن اما به این معنا نیست که امریکا از منطقه به کلی خارج شده در کل امریکا در حدود در هشتاد ممالک با قوای بلفیر وجود داره و در مجموع در کشوری در دنیا در جمله 193 کشور در حدود 137 الا 140 کشور امریکا موجود است و 750 مراکز نظامی در تمام نقاط دنیا داره که در او جمله زیادترینش در ممالک عربی است یعنی در منطقه شرق الاوسط که عربستان سعودی و یمن و لبنان و اردن و سوریه و عراق و کویت و جای شوه فعلا امریکا 45 هزار قوا داره و بیشترین از قوا در قطر متمرکز است در عربستان سعودی در حدود 2000 500 یا 2700 قوا دارد در کویت هم قوا دارد در عراق 2600 قوا دارد در سوریه 900 تن عساکرش موجود است همین رقم در ام ام در همه جای در مجموع 45000 قوا در اویمی کشورها است و با قوای فرانسه و انگلیس اگر مجموع حساب کنیم در حدود 55000 قوای جهان غرب در جه در مالک عربی است میایم در آسیای جنوبی بعد از جنگ دوم جهانی جاپان وقتی که بزره امریکا تسخیر شد 80 هزار قواش در اونجا بود فعلا اون قوات تقلیل شده به حدود 53,700 تن از امریکایی ها در جاپان موجود است 53700 قوای تن قوای امریکایی موجود است و همچنان بعد از جنگ 1950 جنگ کره شمالی و جنوبی و تقسیم از بین قدرت وارسا و ناتو که کوریا شمال، کره شمالی و جنوبی شد امریکایا در حدود 26400 نظامی و اساکر خود در کره دارد اگر ما ای... کوریا uh, و ژاپن یک جا کنیم 80100 قوایی میشه و 45000 با جمله اگر فرانسه و انگلیس حساب کنیم در حدود 130000 هزار قوای غرب در این منطقه میشه آیا چه با فرستادن 4000 5000 قوا کدام توازن تغییر میته واضح است که کدام تغییری بزرگ نمیه چرا که در حدود 135000 قوا در منطقه موجود است و بین ممالک عربی و آسیای جنوبی قدر فاصله نیست بحر است و کشتی های امریکا در اونجا موجود است و بزرگترین کشتی های آمریکا, امریکا، کشتی های جنگیش در خلیج فارس و در بحر هند است و فیلن هم در چارگرد تایوان هم امریکا موجودیت دارد و حتی در پاکستان به غیر غیر رسمی و غیر ملبس نظامی در حدود ده هزار استخباراتی امریکایی سیایی در ام پاکستان موجود است که بیشترینش در کراچی و در اسلام آباد ستیشن شدگی است فلحاظ امریکا در هر جای موجود است با چهار هزار کدام تفاوت در منطقه نمی آید مگر می یک صرف از خاطر امو آوردن گپ خود و هدف که از این موضوع به اشاره میشه چرا که اینا اگه این در بحر هند نزدیک به ساحل پاکستان واضح هست که به افغانستان امریکا دوباره حمله نظامی نمی کنه و قرار گفته خود جوی بایدن که سرزمین قبرستان امپراتوری های بزرگ است فلی هازا با ای اقرار که کرده در ذهنشان دوباره با آمدن به افغانستان و داخل شدن فکر نکن تصورش باشه اما هدف با یاد کردن از افغانستان میگه در به تو میگم دیوال تو بشنو پاکستان است و از ازی واضح است شما دیدن که هفته گذشته در پیس انستیتوت آف آف امریکا یک مضمون چاپ شد در یعنی انستیتوت صلح امریکا که در اون مضمون واضح گفتن که خطر تروریزم در منطقه از افغانستان و پاکستان به جهان غرب و امریکا متوجه است فعلا از پاکستان در داخل کرد و داخل کردن پاکستان واضح اشاره میته که امریکا پلان در مورد پاکستان داره و بارهایی صحبت همه کردیم که اتم پاکستان و اتم ایران برای اسرائیل و امریکا قابل قبول نیست و به هر قیمت که باشه بایدی امروز یا فردا از بین برده شود خصوص بعد از چهارشنبه هفته گذشته تا امروز که چه روز چهارم است صدر پاکستان به چین سفر داشت و در سفر چین خود قراردادهایی را به امضا رساند که قراردادها ضد منافع امریکا در منطقه است و در طول 4 پنج سال امریکا کوشش کرد تا امی اکنامیک کوریدور یا سی و کمربند اقتصادی چین در افغان پاکستان متوقف کنه که موفق شد اما دوباره ای قراردادها تجدید شد و امضا شد و یک قرارداد بر قراردادها از ای قرارداد ها که بسیار قرارداد خطرناک بر امریکا حساب محسوب خواهد شد و است که با اردوی پاکستان برای امنیت کمربند اقتصادی از کشمیر تا گوادره یک بودیجی خاصی که چندین میلیارد میشه ای را به اینا تصویب کرد و فکر میکنم که در حدود دو تریلیون کلدار که در حدود هفت الا هشت میلیارد دلار میشه ای را با ای اه، 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 چیز کردن تخصیص دادن فلحاظا امریکا همچیزی را برداشت نخواهد کرد و نمیکنه اگر پاکستان با چینایی ها نزدیک میشه پاکستان امریکا زیر دست زیر زناق نمیشینه و حتما دست کار شده و عملیات خود در علیه ازی پلان پاکستان با پیاده میکنه. و برای زمین آوردن کشتی و داشتن قوا در منطقه و داشتن افراد در داخل پاکستان به پلان آیندی است از همین خاطر ما با دوسا همیش میگم که این خطر برای افغانستان نیست این خطر زیاد با پاکستان است و به نفع افغانستان است فلحاظ ما ازی از این صحبت های جوی بایدن که کرده احساس تشویش باید نداشته باشیم می در مورد ازی که امی که امریکا و چین در, در, در پاکستان اردویش منافعه اقتصادی داره و امریکا منافع استراتژیک و نظامی هم در منطقه داره چرا میدان های نظامی پاکستان در اختیار امریکا است و از او در منطقه استفاده میکنه و ما آمدن روی چنایی ها دوباره و احیایی از او قرارداد به هر حالت و به هر صورت برای امریکای ها قابل پذیرش نیست فلهذا امریکا در صورت امکان هر عملی که میکنه در پاکستان میکنه تا پاکستان تضیف شوه دست از همکاری با چنایه ها برداره و در صورت امکان امو قوای میشه هم از بین ببره و یا از پیشان بگیرن ما شما میبینیم که مکای IMF با پاکستان به اشاره امریکا صورت میگیره و IMF دی روزا یعنی International مانیتی فند یا صندوق وجی اقتصادی جهان ای به پاکستان اختار داده که پولی را که ما برتان میتیم شما قرضی چنایی ها را از این پول داده نمیتانین فلهذا پاکستان جز که ای قرارداد های خود دوباره بازدید کنه و یا تمدید امی بازگشت پول کنه چرا که پاکستان در امی چند ماینده باید چند میلیارد دلار پس به چنایی ها برگردانه که او پول با اینا نیست چنایی ها با استفاده از این وقت چی کردن با پاکستانی ها گفتن که شما اگر قرارداد امنیتی را با ما امضا کنین یعنی در مورد مو چیز موجودیت نظامی کمربند ما امی پول خوده به حساب او دادشه به تعویق می اندازی به این منوال چنایی ها خواستن تا پاکستان رو در حلقه خود بیارن چرا که IMF برای پاکستان اختار که داد گفت که از پول ما دادن رو میتانین اگر پاکستان با چنایی ها قرار داد میکنه اولین فشار که می اگر IMF امی پرداختی پول خود استاد کنه پاکستان باز با مشکلات اقتصادی امو مصارف اداری خود رو میشه و دیگه است که اگه ای قراردادها پیش میره امریکا داره دست به کار شوه و در تضعیف و از به حساب کار شدن در داخل پاکستان حتما به فعالیت خود شروع میکنه و این خود به خود نظام پاکستان متزلزل میسازه فلحاظا یک چیز واضح هست که اشاره امریکا در مورد از که پاکستان هم خطر برای آمریکا امریکا و لحاظ تروریسم است و آوردن قوا در اینجا بر احتمال امو همکاری های پاکستان با چنایی ها و جلوگیری از او امی چیزه امریکایی ها اشاره به جنگ تروریسم و احتمال خطر از تروریسم است چرا با کلی معلوم است که تروریسم در منطقه با یعنی القادی وجود نداره گروپایی را که اینا نام میگیرن نه در افغانستان نیستن اینا گروپایی هستن که پاکستان علیهن جور کرده بودن حالا نامش در افغانستان میگیرن یگانه یعنی گروپی که در افغانستان فعال است و داعش است که به ذریعه خود امریکایی تمویل میشه و پاکستان او را به حساب تربیه میکنن و در مقابل از, از امریکا پول میگیرن مگر در عین حال امریکایی ها در مقابل پاکستان تی تی پی را هم تقویه میکنن و ای کار در دورانی که در جمهوریت در افغانستان بود از او زمان تا امروز هم میکنن و در عقیب از او هم هستن فلحاظ امریکا از یک طرف از پاکستان در منطقه استفاده میکنه برای منافع خود و از طرف دیگه داره او را لحاظ اقتصادی سیاسی و نظامی تضعیف میکنه تا در ولکه امریکا و در زیر یوغ امریکا بمانه اگر فرزن پاکستان کوشش کنه که یوغ برایه وزی والکا برایه فلحاظ قیمت بزرگ را که به تجزیه پاکستان ممکن است منتج شوه پرداخت خواهد کرد و این پلان نهایی امریکا خواهد بود که اتم شما از بین بره و خودشان تجزیه شوه و هندوستان و افغانستان سر خود بگیرن و در نهایت هندوستان خط اول در مقابل چنایی باشه و افغانستان خط اول در مقابل ایران و دیگه کشورهای مثل آسیای میانه باشه و همی کوشش امریکا است تا روابط خود با افغانستان طور استوار کنه تا همی موجودیت اینجا باشه که جلوگیری از روس ها و چنایی ها و از همکاری های اقتصادی در منطقه صورت گرفته باشه موضوع دوم نشست در تهران بود که به زیر نام فارمت ماسکو اعلان شد اما وقتی نشست صورت گرفت نوشته که نشست کمیتی تماس در تهران در حالی که این کمیتی سه... تماس اعضای از ازو بیشتر از دوازده تن بوده و افغانستان مجری از ای پروگرام بوده و بدون رضایت افغانستان و بدون موجودیت همه اطراف از کمیته تماس ای ارزش خدا و اهمیت خدا از دست میته و بی‌معنا میشه و این نشست واضحا نشست فرمت ماسکو بود که امریکا ماسکو اعلان کرده بود فلهازی هم ها در این غلط سیاسی خوردن و هم ایرانی ها و شما دیدین که در نهایت این نشست کدام دستاورد نداشت با جز از که اتهامات بر افغانستان وضع کردن و گفتن که حکومت همه شمول نداره حکومت همه باید بسازن و همچنان در مقابل تروریسم باید اقدامات جدی صورت بگیره و این خطر از بر منطقه جز از این چیزها کدام و پروگرام همه ای پروگرامی بود شما دیدین که در چین هم شریف و چنایی ها از افغانستان احتمال خطر تروریسم بسیار دامن زد نماینده از اینا آصف درانی در تهران به ایده دا ای چیز دامن زد که خطر تروریسم در منطقه از افغانستان است و محسن نقوی وزیر داخلی از اینا در نیویورک با گوتیرش که دید در اونجا با اونا گفت که افغانستان مرگه فلحظ اینا دارن افغانستان هم بدنام میکنن و به این چیز دامن میزنن و امی علت است که بجای نمیرسن و عدم شمولیت امارت اسلامی در این نشست و فکر میکنن که بسیار قدم مثبت و خوب بود و در همچو کارهایی که همسایه ها با ما بازی دوگانه و فریبانه و با ما بازی روبا و پیشکه کنن فکر میکنم ای به جایی نمیرسه و بهتر است که امارت اسلامی موقفی را که گرفته این موقفشان درست بود کی اینا در اونجا نرفتن و این نشست به ناکامی منتج شد هیچ نتیجه نداشت هیچ دستاورد نداشت و اعتنای کسی برای نکرد چرا موضوع بر افغانستان مربوط بود باید بالای مروی افغانستان اگر در فارمت ماسکو در تهران نشست میکرد امی چار کشور صحبت میکردن هم در موضوع دوها و قطر و همچنان هم صحبت میکردن در موضوع برسم شناختن منطقوی افغانستان فکر میکنم دستاورد میداشتن و به نتیجه مثبتی میرسیدن چون ایران بازی روبا را در پیش گرفت هیله و میکرو فریب کار گرفت و بازی را که به حساب مجلس را که ماسکو خواسته بود او را نامش تغییر داد و یک چیز نوی که این نه فارمت ماسکو بود و نه گروه تماس که باید دوازده کشور اونجا می بودن هیچ کدامش نبود چهار کشور گروه تماس در مورد افغانستان نبود و نیست و از این خاطر ناکام شد و به نتیجه نرسید موضوع سومی که قومی کازیمی گفت که خواسته های ما مداخله در امور افغانستان نیست بلکه مشوره نیک و نیک بینانه برای افغانستان است میخوایم که در افغانستان اوضاع بهتر شود یعنی امی که ما میگیم که حکومت اما شمول و در ضمن کلمات را که اظهار کرد کلمات درست نبود فرزن گفت که اه انسان های اهل آیا نظام شما اهل است و نظام افغانستان نه اهل است این ای صحبت خودش مغرزانه است فلحازا میگن که ما برای مداخل امی مشوره ما بر شما میتیم آقای کاظمی قومی شما حکومتتان همه شمول بسازین شما از 25 میلیون سنی یک یک وزیر ندارین شما از 25 میلیون سنی یک نفر در پارلمان ندارین شما هم از 25 میلیون سنی یک مسجد در تهران ندارین ما با, با برادرای اهل تشیع و ازاره خود در افغانستان در طول تاریخ به چشم عزت دیدیم و جای دادیم بدون از که کسی برای ما بگوید ما با 5 میلیون 5 5 وزارت ولایت ها سفارت ها را دادیم شما با 25 میلیون یک نه وزارت میتین نه سفارت میتین نه در پا پارلمان و کابینه جای میتین بعد میاین برای ما نصیحت میکنین و برای ما راه نشان میدین ما در می افغانستان خود الحمدلله عالم با همه زبانهای خود احترام داریم با وجودی که زبان پشتو اکثریت قاطی از کشور است یعنی بیشتر از پنجا فیصد است و دیگه زبانات فیصدیشن نهایت کم است اما ما با همه زبان احترام داریم و دو زبان رسمی داریم شما با وجود که زبان فارسی شما کمتر از چل فیصد از در ایران شست فیصد دیگه مردم به زبان های دیگه صحبت میکنن شما زبان خود بالای تمام ملت ایران تحمیل کردین شست فیصد زیر یوغ زبان شما پیش میرن نه عرب حق زبان خود داره نه ارمنی داره نه کردی داره هیچ کدام نه بلوچی داره پیش از فیصد نفوس ایران فارسی زبان نیست اهل دیگه زبان هستند اما تو چل فیصد بالای شست فیصد دیگه حاکم کردی و ما پینجا فیصد هستیم و بالاتر از پینجا فیصد اما هرگز ای کار نشده شما دیدین که فارسی و پشتو و اردو زبان شیرین از این کشور است مکتب تعلیم صحبت کردن مراوده های سیاسی صحبت ها بر دو زبان صورت می وقتی که شما مین مای نصحت میکنین اول در خانه خود تطبیق کنین از ما را بد نبرین ما هم یک نظر خوشبینانه براتان میتیم، شما از نظر ما بد نبرین، نظر ما بسیار داریست، ایران خوب است، ایران هم یک حکومت همه شمول جور کنه، به همه مخالفین خود جای بده. چرا حتی ما امروز مخالفین رو میبرن و بندی میکنن و بدار میاویزن، چرا این کار رو میکنن، چرا ظلم میکنن، چرا بربریت میکنن؟ ولی آزا کردن آسان است به دامن و به گریبان خود سر پایین کنین ببینین اگه ای کار چنایا میکنه بد میکنه اگه ای کار روسا میکنه بد میکنه هر کس که میکنه ای تخلف از قوانین بین الدول است هیچ مسئله حقوقی در دنیا نیست که حکومت همه شمول باشه نه چین حکومت همه شمول داره نه روسیه داره نه امریکا داره نه اروپا ایج حکومت همه شمول وجود نداره فلاحظ از این نظریات کاذبانی خود جلوگیری کنین و دست بگیرن و نه با مخاسمت جدی ملت افغانستان رو بروی میشن میشین و با, با یک با بار دیگر میگم که نرفتن امارت اسلامی به این مجلس بسیار کار خوب بود و مثبت بود و این اقدامشان و متعید میکنم و از خاطر که در دیگر جایی که اینا نمیرن یا اکثر عملشان میتن ما انتقاد میکنیم اما در اینجا تصمیم میشن کاملا با جا بود چرا این عمل ایران عمل مغرزانه و منافقانه و بازی درست نبود و هر کشور که با ما بازی را کنه ایران باشه پاکستان باشه و هر کشور دیگه باشه تاجکستان باشه ملت افغانستان ای جسارت و ای قدرت داره که در مقابل از اینا استادگی کنه و نظرات خدای ابراز نظر کنه ما از کسی نه داریم و نه ترس داریم در طول تاریخ ما از هیچ کشور ترس نداشتیم با ایران مقابله کردیم. اگه یک بار آمده ده بار رفتیم. اگه یک بلسته گرفته ده مترشه گرفتیم. فلحاظ بازی های سیاسی با ما نکنیم. ما یکی دیگر رو در طول تاریخ دیدیم و شناختیم و مشناسیم. با این ملت بازی کردن با آتش و با, با, با خانه زنبور بازی کردن است. فلحاظ خواهش ما است که با خواهشات و با نظریات ملت افغانستان احترام گذاشته شوه قدم از گله خود بیرون نکنین تا جایی که حق را صحبت کنین از او بیشتر نکنین تشکر و من الله توفیق خدا حافظ